پیام قابل پخش. آقای سربی، با سلام، من فرهاد پارسی هستم. خواهشمند است این پیام را چندین بار در برنامه‌های خود و سربی با مردم پخش بفرمایید و هر چقدر هزینه آن باشد پرداخت خواهم کرد. این گونه عکس‌ها موجب خشونت در جامعه خواهد شد و حتی از مسئولین دولت آمریکا تقاضا کردم که اجازه ندهید که این قبیل عکس‌ها را مردم در فیسبوک خود بگذارند، مگر اینکه عکس یک هنرپیشه در یک فیلم باشد. عکس‌ها را با تیشرت سیاه و کلاه بیسبال خواهید دید که یک معنا را دارد و یک هدف: تشویق به تروریسم، خشونت و قتل عام مردم بیگناه به گونه طالبان و القاعده و مذهبیون. خواهشمند است از مسئولین آمریکا به صورت جدی تقاضا کنید که از این گونه طرفداران رژیم رضاخانی و پهلوی به شدت جلوگیری کنند و اجازه ندهند که این قبیل عکس های مسلح چنین افراد پوچ و بی‌معنا را در فیسبوک بگذارند و به فوریت آنها را دستور پاک کردن بنمایند. تا چنین فاجعه‌ای همچنان کشتار کلرادو پیش نیاید. تروریست‌های رضاخانی و پهلوی قصد دارند همین اعمال را در ایران و خاورمیانه به وسیله مذهبیان طرفدارانشان که در حال مذاکره بوده و هستند و از آنها مواجب و حقوق دریافت می کنند روش کار خود قرار داده و مملکت ما را به آتش، کودتا و نابودی بکشانند. بدانید مردم و جوانان بیدارند، مردم و جوانان بیدارند، مردم و جوانان بیدارند و چند باره فریب نخواهند خورد. سربازان مسیحا و امام زمان و وعده ما در آرمگادون که دشتی میان سوریه، لبنان، اسرائیل، اردن و عراق و دیگر کشورهای همیشه خلیج فارس ایران خواهد بود.
با احترام فرهاد پارسی. با سلام، امروز بعد 12 روز بیکاری رفتم دور میدون، رفتم کارگری. 50,000 تومان تا غروب به من حقوق دادن، از 7:30 صبح تا 7 شب. 50,000 تومان پول من آوردم تو خونه، سفره خالی، 100 خورده‌ای هم پول آب و برق و گاز. 4 ماه هم هست که کراخونم عقب مونده. 6 ماه دارم به بچم قول میدم که برای دوچرخه میخرم. این 50,000 تومان من چه کارش کنم؟ سفره خالیمو پر کنم؟ آب و برق گازمو بدم؟ کی به صابخونمو پر کنم؟ تا کی باید ما اینطوری تنگ دستی و بدبخت قرار بگیریم؟ آقای مسئولی که داریم مایه 50 میلیون 60 میلیون داری حقوق میگیری، به هیچ جای شما فشار نمیاد. این فشار اقتصادی کمر همه رو خم کرده. تو رو قرآن به داد مردم برس.